رسیدیم به بررسی روایت هایی که میتانه معید این دیدگاه یازده هم باشه که معتقد هست مجازات های او دنیا یا در واقع بهشت و جهنم همو تجسم و تجسد اعمال ما در دنیا هست بله. خب بفرمایید بله من سه آیه شریفه قرآن بله. و یک روایت را رو به عنوان شاهد و به عنوان نمونه خدمت شما و خدمت بینندگان محترم خواندم و توضیح دادم که اینها تقریبا سراحت دارد به تجسم اعمال بله. و خیلی از علما و اندیشمندان و خیلی از مفسران هم در زیل این آیات همه نکتر استفاده کرده که این آیات بهترین شاهد و دلیل بر تجسم اعمال است بله. من یک روایت دیگر هم بخوانم روایت مفصل بهمت. است تا به حال آنچه را که ما از آیات و روایات خدمت شما و بینندگان محترم خواندم و توضیح دادم در حقیقت ناظر به این بود که اعمال بد ما گاهی در جهان آخرت مجسم و مجسد می شود و, و انسان اون اعمال را به صورت یک شخص و به صورت یک موجود می بیند بله. یا قرآن بالاخره ای رو می فرماید که بالاخره اعمال شما مجسم می شود شما خود عمل خودتان را در جهان آخرت می بینید بله. اما این روایت که از وجود مقدس نبی مکرم اسلام در کتاب شریف عملی مرحوم شیخ صدوق بله. که از محدثان بزرگوار ماست و صاحب یک از کتابهای چهارگانه حدیثی ما و یکی از کتابهای صاحب یک از کتابهای منبع دو, دو تا از کتابهای اربعه مال شیخ صدوق یک هست. کتاب از من هزار مال... و الاستبصار اون دو تا مال شیخ طوسی است یکی مال شیخ صدوق است الاستبصار مال شیخ توسیست. بله است بله. من لاحذر و الفقی مال شیخ صدوق است بله. که به عنوان یک از کتابهای چهارگانه حدیثی ما و یک از منابع معتبر حدیثی ما بالاخره مطرح است و علما و اندیشمندان در حدیث جایگاه بی بدیل شایسته دارند جایگاهی شاخصی بله دارد کتابی دارد بله ایشان کتاب بله بله. به نام امالی در این کتاب شریف امالی ایشان هم روای روایاتی مطرح شده است یکی از اون روایت های روایتی است که بالاخره در اونجا نقل میکند از وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام بله. راوی این جریان شخصی است به نام عبدالرحمن ابن سموره عبدالرحمن ابن سموره میگوید ما در محضر پیامبر گرامی اسلام بودیم پیامبر گرامی اسلام به ما فرمود که شب گذشته من عجایبی را دیدم كن اني رايت البارحه عجائب شب گذشته عجایبی را دیدم چیزهای دیدن. عجیب و غریب چیزهای عجیبی را دیدم شگفت انگیز ببخشید این دیدم در خواب یا در نه. بیداری این دیدن به معنای خواب نیست درست. این دیدن پیامبر به معنای این است خب نه این شخص به خدمت پیامبر عرض میکنه که دیدم دیدم نه 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 پیامبر میفرماید پیامبر میفرماید که من چیزهای عجیبی را دیدم درست. دیدن پیامبر به معنای دیدن در خواب نیست بلکه به معنای این است که به نحوی برای او الهام شده است به نحوی بالاخره خداوند مکاشفه. برای او مکاشفه کرده است درست. یا شبیه اون جریان معراج است و خصوصیاتی که بالاخره در شب معراج درست. برای پیامبر اتفاق افتاده است و پیامبر او خصوصیات در قالب روایات بالاخره بیان کرده است این جریان هم شبیه این جریان هست پیامبر میفرماید من شب گذشته عجایبی را دیدم چیزهای شگفتی را دیدم این راوی و کسانی که در محضر پیامبر بود عرض میکند یا رسول الله اون چیزهای عجیبی را که شما در شب گذشته دیدید بفرمایید جان ما فدای شما باد بفرمایید که ما استفاده بکنیم به قطعاً برای ما مورد استفاده است و نکات مهمی در اون مطالبی که شما در شب گذشته دیدید برای ما وجود دارد که می‌خوایم استفاده بکنیم اصرار میکند که توضیح بدهید پیامبر توضیح میدهد فقال رأیت رجلا من امتی و قد اتاه ملك الموت لیق روحه فجاءه بره بوالدیه فمنعه منه حدود بله. 17 مورد در این روایت مطرح شده است یکی از این موارد مربوط به بحث بله بله, بله. بحث. تمام اینها در حقیقت شواهد قرائن است درست تمام این در مورد اون مجسم شدن اعمال نیک ماست درست اون ممثل شدن اعمال نیک ما هست. یکی از اونها میفرماید پیامبر گرامی اسلام من دیدم در شب گذشته که بالاخره فرشته مرگ ملک الموت جناب ازرائیل آمده بود که شخصی را از امت من قبض روح بکند قطعا خب لحظه قبض روح کردن لحظه سختی است بر اساس آموزه های دینی ما بالاخره سخت ترین لحظه ای که بر انسان می گذرد لحظه قبض روح است لحظه جان دادن است لحظه است که بالاخره حضرت اسرائیل روح ما را از این بدن و از این کالبد جدا می کند ما از این جهان به جهان دیگر منتقل می شویم این لحظه سختی است بر اساس آموزه دینی چون لحظه سختی است نیازمند کمک کاری است که در اون لحظه به فریاد انسان برسد در اون لحظه به داد انسان برسد اون لحظه سخت رو بر انسان آسان بکند پیامبر گرامی اسلام میفرماید در این لحظه بر اون انسان کاملا لحظه سختی بود سخت میگذشت بله. اما فجاءه بره به والده خیلی سراحت دارد این عملی که او در قبال والدین عمل نیکی که او در قبال والدین پدر و مادر انجام داده بود او احسان و نیکی که به پدر و مادر کرده بود این احسان و نیکی او متمثل شد متجسم شد در قالب یک شخصی درآمد او در کنار این شخص حاضر شد او را از اون لحظات سخت جان دادن نجات داد یعنی این عمل خوب او که در دنیا انجام داده بود مایه این شد که جان دادن بر او آسان شود